بفرمایید، خواهش میکنم. الان صدای شما رو واضح دارم، بفرمایید. سلام استاد. علیکم السلام. سلام. علیکم السلام، بفرمایید. صبح بخیر موعد. شب و روزتون بخیر باشه. سلامت باشید. آن موعد. جانم. جسارتا من یه نظری در خصوص خودم داشتم، یعنی بینش خودم بود. میخواستم بگم که در خصوص همین واکسن که وارد ایران نشد، من معظم رهبری جلوشو گرفت. حالا یا دلیلش این بود که کشورهای مثل آمریکا، حالا بین دو تا کشور ممکن اختلافاتی وجود داشته باشه، بله، و اینکه حالا اون کشورهایی که حالا مخالفن با ایران قبلا مثلا تو بعضی از موارد مثل مسلمانای میانمار یا مثلا بعضی موارد دیگه، مسائل سیاسی دیگه، خودشون نشون داده. به نظر شما آیا اینکه مثلا کار عقلانیه که از اون کشورهایی که ضد در با یک کشور دیگه مثلا واکسن تهیه بشه، یا اینکه حتی اون واکسن ها تو کشور خودشون هم نتیجه آنچنان قوی نداشته، یعنی چطور نتیجه نداشته؟ نتیجه مثبت چندانی هم نداشته. چطور نتیجه نداشته؟ از میان کسانی که واکسن زدن، دو دوز واکسنشون رو زدن و واکسن های تایید شده رو زدن، تایید شده، از میان 1 میلیون نفر، 1 میلیون نفر که مبتلا به کرونا میشن، فقط 10 نفرشون میمیره. 10 نفر فقط. چطور آمار نشون میده که کرونا از بین رفته در اون کشورها؟ شما اگر لیگ اروپا رو ببینید، شما اگر لیگ انگلستان رو ببینید، لیگ فرانسه رو ببینید، مردم کنار هم نشستن دارن زندگیشون رو میکنن و فوتبالشون رو میبینن. چرا ما الان به مرز رکورد مرگ و میر در دنیا به خاطر کرونا رسیدیم؟ مرگ و میر روزانه ما رکورددارشیم در دنیا به نسبت جمعیت. نکته بعدی برادر گل من، فرمودید تو آمریکا دشمن ما یا دشمن خیلی از کشورها، به خاطر همین عقلانی نباشه که ما از اونها واکسن تهیه بکنیم. ما بسیاری از داروهای خودمون رو از آمریکا داریم تهیه میکنیم. داروهای سرطان اکثرش از آمریکا داره وارد میشه. تو ایران همین الان ما حتی داروهای ساده‌ای مثل بسیاری از پنادول‌ها، بسیاری از ادول‌ها داره از فایزر، همین کمپانی فایزر به ما داره میرسه. بسیاری از در واقع مسکن‌ها رو داره فایزر برای ما میفرسته. همین داشتیم واردات میکردیم. ما داریم در یک دنیا داریم زندگی میکنیم که بزرگترین در واقع کمپانی داروسازیش به همه جای دنیا دارو صادرات میکنه، از جمله از به کشور ما. همین الان شما بخواید برید واکسن، بخواید برید داروهای سرطان رو بگیرید، داروهای شیمی درمانی رو بگیرید، بسیار از اونها غیر از آمریکا اصلا گیرتون نمیاد. همین الان تو کشور ما ایران. نظرتون چیه برادر عزیزم؟ ارتباطی داره؟ مثل این که مثل این میمونه که بگید استرازانکا رو مثلا کشورهای اروپایی درست کردن و بعد کشورهای اروپایی در فلانجا نمیدونم پدر مستعمره‌هاشون رو در آوردن. این که آمریکا خوبه یا بد، این که انگلیس خوبه یا بد، این که کشورهای اروپایی خوبه یا بد، یک بحثه. اینه که سازمانی مثل سازمان بهداشت جهانی یک سری داروها رو تایید میکنه. این داروها از قبل داروهای تایید شده دیگه تو کشور ما وجود دارن، ما داریم استفاده میکنیم. ما که نمیتونیم داروی سرطان رو همش رو خودمون تولید کنیم، ما بسیاری از داروهای دیگر رو خودمون نمیتونیم تولید کنیم. همه دنیا اینطوری، ما توی دنیا داریم زندگی میکنیم. توی این وسط الان ما کجا قرار داریم؟ الان ما جایی قرار داریم توی کشور مثلا استانبول همین بغل خودمون با واکسن تونست الان به آبی برسه، یعنی وضعیت استانبول آبی شد. چرا؟ چون واکسن زدن. ما چی کار کردیم؟ ما رهبر اومد، رهبر جمهوری اسلامی اومد گفت واکسن های مورد تایید رو ممنوع کرد،
برخلاف همه دنیا الان ما رسیدیم به رکورددار مرگ روزانه. چطور با من مخالفت میکنید برادر عزیز؟ اینو دیگه داریم میبینیم، ما داریم میبینیم که 600 700 نفر از عزیزانمون رو داریم از دست میدیم. واقعیت جلوی چشم ماه. شکی نیست، همه از این بابت منم ناراحتم، همه هم ناراحتن. ولی واکسن کرونا از بهمن ماه پارسال اصلا تولید اصلا اختراع شد، یعنی واکسنی که تولید شد در سطح جهانی تو کشور خودشون امتحان کردن. اما خب میاد کسی که تولید میکنه تو کشور خودش تولید میکنه یا برای مردم خودش استفاده میکنه. الان ایران هم 30 میلیون دوز واکسن داره وارد میکنه. خیلی هم داره وارد میکنه آقای برادر گل من، داره وارد میکنه. چرا شما دارید ما رو بی فرهنگ، ما ایرانی ها رو بی فرهنگ میکنید؟ یعنی ما ایرانی ها از ترک ها، ما از ترک ها فرهنگمون پایین تره، ما از پاکستانی ها فرهنگمون پایین تره، ما از اعراب حاشیه خلیج فارس فرهنگمون پایین تره. چرا همه اینها دارن آبی میشن، همه اینها به زندگی عادیشون برگشتن، ما فرهنگمون پایینه؟ 30 میلیون دوز وارد میکنن، والا الان از سال قبل قرار بود تا فروردین 40 میلیون دوز وارد کنن، الان پاییزیم،